بچه ها این ویدیو یه مقداری جدیه، یک اتفاق خیلی تلخ برای چند تا از همکارامون یوتیوبرهای تازه کار افتاده و حقشون خورده شده. من نمیشه دربارش سکوت کرد به این راحتی ها. و حالا داستان چیه؟ تقریبا 4 ماه پیش یکی از این شرکتایی که واسطه است و ما ایرانیا نمیتونیم با یوتیوب کار کنیم درآمدمون رو بگیریم، این شرکتای واسطه با پول ما رو. و یکی از این شرکت‌ها به اسم مستر تیوب میاد کانال نزدیک 50 الی 100 تا یوتیوبر رو کامل پاک می‌کنه. بذار یک توضیح بدم، چون بچه‌ها اصلا هنوز براشون سواله که پول یوتیوب چجوری میگیره. ببینید بچه‌ها، قراردادی که با این شرکت‌ها می‌بندین اینطوریه که اونا یه درصدی از اون پولی که شما باید بگیرید رو کم می‌کنن و ما بقیه پول رو به شما میدن. حالا همه این شرکت‌ها شرکت‌های خوبی نیستن، شرکت‌های درستی نیستن، مثل همیشه را تو این ویدیو متوجه میشید. بچه‌ها خیلی اون یوتیوبرها چه می‌دونم شاید تو خونه مریض داشتن، قسط داشتن، دانشگاه داشتن و تنها منبع درآمدشون همون بوده و کانالشون پریده و الان 4 ماهه که هیچ کسی نه صدای این یوتیوبرها بوده نه کانالشون برگشت. حالا ما یه 2 ماه پیش یه ریلز دیدیم داخل اینستاگرام، یک ماه پیش بود فکر می‌کنم، یه ریلز دیدیم داخل اینستاگرام، رفتیم جویا شدیم چی شده، چه جوری کانالتون پاک شده، همکاری می‌کردین و یه گروه تلگرام زدیم و دور و بر 30 تا اون یوتیوبرها رو پیدا کردیم که کانالشون پریده. 30 تا بودن یا بیشتر بودن؟ بیشتر بودن، 30 تاشون رو پیدا کردیم. یعنی همدیگه رو تونستن پیدا کنن. 100 تا میگن پاک شده. فکر کن 100 تا منبع درآمد چیز الکی نیست. 100 تا نون رو ببری، 100 تا منبع درآمد یه نفر رو قطع کنی، 100 تا امید و آرزوهای یه نفر رو خراب کنی، اصلا چیز کمی نیست. حالا ما چرا لپتاپ رو میزمونه؟ ما به اون 30 نفر گفتیم یه نفر رو بین خودتون نماینده پیدا کنین و امروز آقا سیاوش که آقای پاکسرش، آقای پاکسرش یا سیاوش پاکسرش، یه کانال 2000 تا ساب داشت و کانالش کامل پاک شد بعد 3 سال زحمت کشیدن. امروز اومده پیش ماست و بریم از خودش بشنویم. فکر کنم درست حسابی روی 3 سال تاکید نکردی. 3 سال ممنتو الان 4 سالشه، 1 سال بعد از ما اومده. آقای پاکسرش، آقای پاکسرش صدای ما رو داری؟ بله عزیزم. آقا سیاوش چرا کانالاتون پاک شد دقیقاً؟ میشه توضیح به مخاطبا بدی ساده؟ ببین به جور ساده، اما اولش فکر کنم شما گفتین که کانالا برای اینکه درآمدشون رو بگیرن نیاز دارن که با یک واسطه کار بکنن و ما با یک واسطه داشتیم کار میکردیم که تقریبا 100 تا کانال رو به یک ادسنس مشترک وصل کرده بود و یکی از اون کانال‌ها کار اشتباهیه که کاملا کار اشتباهه. خب که یکی از اون کانال‌ها یک ویدیوی گذاشته بود که کپی رایت داره و خب هممون می‌دونیم که توی یوتیوب نباید چیز کپی رایت دار آپلود کرد. ولی متأسفانه بود که کلا چیز کپی رایت دار می‌ذاشت، به من گفته بود کلا محتواش کپی رایت دار بود. مستر تیوب کلا نظارتی نداشت. متأسفانه شرکت مستر تیوب نظارتی نداشت. من اونجوری که با دوستامو پیگیری کردم و خودشو پیدا کردم، یک هفته قبل اینکه کانالمون بپره اولین کپی استرایک یا همون اخطار کپی رایت یوتیوب به دست این دوستمون رسیده بود، ولی مستر تیوب نه اقدامی کرده نه کاری کرده بود برای اینکه این کانال از ادسنس جدا. آقای پاکسرش یه لحظه من اجازه بدید یه توضیح مختصر بدم راجع به ادسنس. ادسنس یه حسابه بچه‌ها، یه حسابیه که اون شرکت میاد برای یوتیوب تعریفش میکنه که مثلا ما همچین چیزی رو داریم، ما اینجا بهش واسه. خب شرکت خوب چیکار میکنه؟ میاد یوتیوبرها رو دست دسته میکنه، مثلا آقا این یوتیوبرها کانتنتشون سرگرمیه، همه رو با هم میریزه اینجا، این یه ادسنس، دو تا ادسنس، سه تا ادسنس. شرکت خوب ممکنه 10 تا 12 تا 20 تا 100 تا ادسنس داشته باشه، ولی وقتی 100 تا یوتیوبر تو میندازی توی ادسنس قطعاً برای یکیشون یه مشکلی پیش میاد. مشکل بعدی هم اینه که برابر چیزی که خود آقای سیاوش میگه 100 تا کانال روی یه دونه حساب بوده و یک هفته قبل اینا هشدار گرفتن 3 تا هشدار بخوری کانالتو میبنده یوتیوب و یه هفته وقت داشتن که این کانالا رو نجات بدن. همه کسایی که باشن جای دیگه، همه کسایی که تو ادسنس باشن کارشون بسته میشه. آره. و اصلا براش اهمیتی نداشته اختار بیاد نمیدونم نظارت بکنه. یه سوال سیاوش، همه کسایی که اون رو بودن پاک شدن؟ همه 100 نفر پاک شدن، فقط فرقش اینه که بین ساعت 11 و نیم تا 6 عصر پاک شدن و تو این تایمی که شرکت داشت به جای اینکه بیاد به همه اطلاع بده، کسایی که درآمد بهتری داشتن رو سورت کرده بود و حتی تونسته نسبت به درآمد خودش کانالا رو از اون ادسنس جدا کرد، یعنی براش اصلا بقیه مهم نبودن. ما الان که پاک شدیم و همو پیدا کردیم فهمیدیم، من ولاگ میگیرم، جاهای دیدنی میرم میرم و اونجا مثلا ویدیو میگیرم، یکی ریاکت بوده، یکی فان کار میکرده، یکی چالش بوده، یکی آشپزی بوده، اصلا هیچ ربطی به هم نداشتیم، ولی ما همه با هم روی ادسنس بودیم. بس اینه که اصلا مفت و مجانی هم کلا کار نمیکرده ها، یعنی لطف و محبت نمیکرده که بگی بیاد اطلاع بده، داشته پولشو میگیره. چقدر درصدتون
شرکتتون چقدر بود آقا سیاوش؟ ببین ما اون زمانی که با این شرکت قرارداد بستیم به اسم این که ما رو به MCN وصل میکنن ما دو برابر بقیه. MCN یه چیزیه که بچه اگه استراک بخوری اصلا پاک نمیشین، این تعریف MCNه. خب چقدر میگرفتیم؟ ما دو برابر بقیه شرکت رو تو اون زمان به اینا درصد میدیم، یعنی 30%. شما تو MCN بودین؟ نه MCN نبود، اسم MCN دروغ گفتن و 30% میگرفتن. بهتون گفتن شما تو MCN بودین؟ بهمون گفتن ما رو 100 نفر رو ریختن توی ادسنس. آره دقیقاً، ما گفتن که شما به MCN وصل میکنین. ما نه تا حالا با مستر تیوب همکاری کردیم، نه مثلا میشناسیمشون، نه دشمنی داریم نه دوستشون داریم. این اتفاقی که افتاده و ما دیدیم که اینا هیچ صدایی ندارن، هیچ کسی نیست صدای این یوتیوبرها باشه و وظیفمون بودی که این کارو بکنیم. بعد سیاوش ببخشید، وقتی که پاک شد چیکار کردین؟ دقیقاً چی گفتیم بهشون؟ چی گفتیم؟ حقیقتاً خیلی تماس گرفتیم، یعنی هر کسی زنگ زد 20 دقیقه نیم ساعت با اینا صحبت می‌کرد، جواب می‌خواست ولی هیچ جوابی به ما نمی‌دادن. همه می‌گفتن صبور باشید، در حال مکاتبه ایم، داریم بررسی می‌کنیم چیکار میشه کرد، چیکار نباید کرد. ولی در صورتی که ما حقیقتاً فهمیدیم اینا هیچ کار نکردن. الان این جزء اطلاعاتی هم که دارم بهتون میدم خودمون پیدا کردیم. ما فهمیدیم که چه کانالی استرایک خورده، یعنی خودمون پیداش کردیم، خودمون تو اینترنت گشتیم، سایت داشت، شماره تلفن یارو از رو اینمادش درآوردیم، زنگ زدیم به یارو و باهاش صحبت کردیم تا فهمیدیم چه فاجعه‌ای سرمون اومده و کانالمون دیگه قرار نیست برگرده، چون این شرکت آمریکایی که به ما این کپیو زده بود یک هفته قبل به اینا اخطار داده که آقا ور دارید. یعنی اون اخطار اولش واسه این بوده که آقا ور دارید، ور دارید، ور ندارید، ور نداشتن. و بعد از اون روزی که کانال ما پاک شد 12 تا کپی همزمان برای این کانال فرستادن و اونجا بود که شما یوتیوبریم خیلی فشار داریم می‌خوریم، فکر کن کانالت بپره، فکر کن زحمتت بپره. 3 سال زحمت. فشار اصلی میدونی کجا؟ فشار اصلی اینه که بهش میگی MCN. MCN برای کساییه که خاص و اسپیشیال میخوان کار بکنن، درصد بیشتر پرداخت میکنن که کانالشون به هیچ عنوان پاک نشه. تو فرض کن بگی MCN، درصد بیشتر از طرف بگیری بندازیش تو ادسنس، کانالش هم ببندی. روز اول هم بهشون گفته بود پاک نمیشه. این حقیقتیه که داره اتفاق میفته و هیت اسپیچ یا هر چیز دیگه ای نیست این ویدیو ما. این افشاگریه، این توضیح دادن حقیقتی که اتفاق افتاده و فقط چون که این بچه‌ها ساب نداشتن، این بچه‌ها کسی نمیشناختتشون، حقشون رو داریم میخوریم. این کثافت بودن شما، صداشون هم جایی نمیرسه چون کانال فکرن نیستین. خیلی هستن تو این کامیونیتی، البته وظیفه‌شونه که دیگه همچین جا خیلی ها به خیلی ها پیام دادیم. این چون ویو نداره نمیگین، ساکت میشید. دقیقاً میخوام همین رو بگم متی جان، ما میذاشتیم خیلی بیشتر از این قطعا ویو، ما میذیم مدرسه میذاشتیم بیشتر ویو میخورد. من میخواستم بگم به خیلی ها پیام دادیم، به خیلی ها ایمیل دادیم، به خیلی ها گفتیم که آقا بیاید یه صدایی باشید. ما که گذشت، اما گذشت، ما 3 سال زحمتمون به باد فنا رفت. یعنی خیلی ها بچه‌ها تا داره اسم ببری کیا بودن و هیچ کاری نکردن. ببین میخوام اگه برای اگه خیلی بد بود بوق میذاریم، بعد ایمیل هامو بیارم به روریز بهت بگم. حالا اگه چیز بود بعدن تو تلگرام برات میفرستم، چون نمیخوام بلوف بکنم، نمیخواد بگی دراما بشه و این داستانا. آره. آره ولی خیلی ها نکردن. حالا به قول شما یا ویو نداره یا سودی نداره یا منفعتشون به خطر میفته، این کارو نکردن. یه خطری داره که قرار ما بریم توش و بدبختیم. ولی بذار بگم من یه سوال، بعد از اینکه کانالتون رو پروند برای جبران چیکار کرد؟ برات پولی داد بهتون مثلا آقا تو 5000 دلار بهت بدم کانالت پرید، تا آخر عمرت نمیتونی ازش درآمد داشته باشی؟ این پولش اصلا شما قرارداد رسمی امضا کردین؟ خیلی از بچهای جدید قراردادم حتی نداشتن، اونا که دیگه کلهم رو هوا بودن. ولی ما که خیلی قدیمی تر بودیم، یعنی مال 3 سال پیش بود، ما قراردادم داشتیم با ایشون. ولی خب متاسفانه هیچ حمایتی نشد، یعنی خسارت، غرامت، این اصلا خبری نبود. یه PDF برای هممون به صورت مشترک فرستادن که توش چند تا بسته مثلا حمایتی قرار داده بودن. اولین بود که آقا اونایی که می‌خواید اما جدا شید، درآمد ماه جوانتون، یعنی همون ماهی که کانالا پرید، 50% رو این ماه می‌گیرید، 50% رو ماه دیگه. این بسته یکشون بود. چون که آقا درآمد ماه جوانتون رو تو دو قسط بهتون میدیم، یعنی یه ماه یه ماه، و یه اشتراک 6 ماهه ویدایکیو بهتون میدیم. یعنی ببین کنم تقریبا میشه 60 دلار، یعنی کل حمایتشون. دوباره این کارو بکن، کانالت ما بپرونیم که توی 6 ماه ما نصف قیمت ازت بگیریم. باز دوباره بعد بسته آخرش این بود که اگر کانالتون برگشت ما 1 سال رایگان براتون انجام میدیم، اگر کانالتون برنگشت کانال جدید زدید بیایید باز با ما 15% ازتون میگیریم. یعنی این حمایتشون کل حمایتشون. قرار نیست برگرده رو گفتن رایگان، مطمئنن که کانال برگرده. دقیقاً مطمئن بودن که برمیگرده. کانال بزنیم باز بیایم با شما کار. یه سوال، اینو دقیق برای ما مشخص میکنی به عنوان خسارت و غرامت پولی بهتون داد یا نه؟ هیچ پولی به ما. هیچ. یعنی. تو قراردادتون هم مشخص نشده که یه مبلغی پرداخت بکنه اگه مثلا کاری نکرد؟ نه متاسفانه. بچا این موضوع خیلی مهمه. خیلی. ببین 100 نفر آدم شغلشون رو از دست دادن توی یوتیوب، چون خیلی‌ها بلد نیستن، میرن با یه شرکتی کار میکنن که همچین اتفاقی میفته. خیلی‌ها بلد
بعدن باز مثلا طرفو میگه آقا ما میشناسیم فلانه، ولی پشت پرده یه چیزایی که نمیدونه. خود ما یه بار کانالمون پاک شد، یه بار دیمونتایز شد. چقدر بالا خیلی مهمه که چه کانالیو وقتی کار میارید بالا، وقتی میخواید یوتیوبر بشید به کجا واسه میکنید. کل زحمتتون میتونه همین جوری یه شبه کلا بره به خاطر کاری که نکردید و خیلی درد داره. بودن بین ما بودن کسایی که خرج خونه میدادن یا واقعا قصه بانگ داشتن میدادن. یعنی روزهای اول فقط توی گروهی که ما همدیگه رو پیدا کرده بودیم آها نالا گریه بود. حالا نمیخوام خیلی قضیه رو غمگینش بکنم ولی حقیقتیه، دراماتیکش بکنم ولی حقیقت همینه. شما فکر کن 3 سال داری یه کاری انجام میدی، روی مثلا یه جایی رفتی سر کار رو حقوقش حساب باز کردی، رفتی قسط بانک برداشتی، رفتی یه چیزی قسطی خریدی، رفتی یه کاری کردی، یهو از فراش بگن نه یا سر کار، بالاخره هزار تا چاله از هزار تا چیز درآمدت قطع شده دیگه. حالا تو میمونی رو هوا و اینکه چجوری باید بری جلو. سیاوش تا اینجا هر چیزی که گفتیم سر این بودش که حقیقت مشخص بشه. حالا رو بچه‌هایی که کانالشون پاک شده همه مدارک و چتایی که با مستر تیوب داشتن اینا رو یه کانال تلگرام میزنن میذارن طبق افشاگری‌های همیشه. ما ان شاء الله تو همون کانال ان شاء الله تو همون کانال تلگرامشون اگه خواستن کانالشون رو دوباره بزنن بیارن بالا. نه یه کار دیگه چیکار می‌خوام بکنم از این به بعد این 30 نفری که پیدا کردیم، حالا اگه بیشتر باشن کانالشون پاک شه خودشون تایید کنن که اینا جزء ما بودن مشکلی نداره. فعلا این 30 نفری که ما میدونیم که کانالشون پاک شدن، آخر هر ویدیوی ممنتو ما کانالشون رو میذاریم داخل اندسکرین. اندسکرین سمت راست مخصوص حمایت از کسایی که کانالشون پاک شده. حالا امکان داره توضیح بدیم کانالشون چیه و این داستانا. در کل شما اگه میخواین این بچهایی که انقدر زحمت کشیدن، انقدر حقشون پایمال شده، حمایت بشن، اندسکرین سمت راست ممنتو تا 1 ماه و 20 روز آینده احتمالاً اگه دیلی باشیم فقط اندسکرین بچه‌ها. البته یه دونش نیست. یه تبلیغ. 1 ماه و 21 روز آینده. یه دونه تبلیغمون وسط. آره، حساب کتاب داره کار ما اینجوری نمیشه. ولی این کارو می‌خوایم انجام بدیم و قطعاً استارت خوبیه. کمک خوبی میتونه بهشون بکنه به شرط اینکه شما حمایت کنید. واقعاً میدونم و بچه‌های خودمون رو می‌شناسم، کامیونیتی خودمون رو می‌شناسم. آره، قوی. بچه‌ها رفتیم بگین از دیار من اومده. اما اینو بگین همش زنده میشه قشنگ. و بریزین. خوبه. یه نکته خیلی جالب بهت بگم، اینو خبر نداری. من گفتم سیاوش جان این فکتیه که وجود داره. کسی که ویدیوش داخل اندسکرین آخر قرار میگیره بیشتر از همه پروموت میشه، چون دقیقاً داغ موضوع مردم میدونن کلیک میکنن. گفتم که کانال کیو بذارم؟ خب هر کی دیگه بود گفت من کانال خودمو بذارم، اون پروموت گنده رو من بگیرم. هیچ کدوم اون 29 نفر اینجا نیستن دیگه، فقط سیاوش شده. شاید یه نفر دیگه رو بود گفت این قسط داره فلان داره اولی حمایتش. دمت گرم. پول اونا رو، پول اون، پول این آدما رو. سیاوش جان حرفی داری با بیننده ما؟ فوشی چیزی. اول از شما باز تشکر میکنم که حداقل صدای ما شدی توی این شرایط. ما هم اگه کانالمون پاک میشد باید یکی این کارو میکرد و الان ما زنده ایم و وظیفه ما. ما این کارو میکنیم که اگه همچه اتفاقی افتاد یکی هم ما حمایت کنه. یه بار کانالمون پاک شد چی هیچ کاری. خدا. سیاوش داشت حرف میزد. سیاوش بگو بگو. ما یه مقدار بیشوریم بگو. بعدم از بچه‌ای که دارن ویدیو رو میبینن درخواست میکنم که حالا در حد توانشون، نه اینکه الکی ساب بکنن، نه، یه نیم نگاهی به کانالی که آخر ویدیو ساجست میشه بندازن. اگر از محتواش خوششون اومد، دیدن ویدیوهای خوبی داره، سابسکرایب بکنن تا شاید یک حمایتی بشه تا اون کانال دوباره بتونه سر پا بشه و به اون جایی که بوده بعد از 3 سال در واقع رسیده و داره از صفر شروع میکنه دوباره برسه. یک حمایت کوچیکی باشه از طرف شما. سیاوش و تک تک بچه‌هایی که ناامید شدیم منتظر کامنت های از دیار ممنت این باشه. یه سری یه کامیونیتی قوی داره میاد سمت کامیونیتی قوی و اسم نمیشه روش گذاشت، میان میریزن مثل وینگرز جیر دادن. آره، وایکینگ خیلی دوست داره میگه وایکینگ. سیاوش دمت گرم که اومدی تو این ویدیو. دم شما گرم. خب بچه‌ها اولین کانالی هم که قرار حمایت بشه کانال صالح ای پی میاد اینجا رو کله ادی روش کلیک کنین. ویدیوهای گیمینگ میذاره خیلی خفنه. دقیقاً همونیه که بهتره که اول از همه پروموت بشه. از این به بعد نه فقط اینو حمایت کنین بقیه رو نبینین، نه برید کانالا رو ببینید، اگه خوشتون اومد ساب کنین. پشت صحنه اینجا کوچولو پخش میشه، شما اینجا رو آخر پشت صحنه تموم شد کلیک. اون کانالشون پریده بانک و الان چه خوبه قسطه. ببین ویدیو جدی وامه. یه ویدیو بیا جدی باشی. بانک نداره. اوکی بیا یه ویدیو جدی باشی. سیاوش جان چطوری؟ خوبی؟ چرا وای پاکسرش نگفت صدای شما رو نداره. باش نسخه رو بازی